شب سیاه، قصه حقیقی زندگی نوشته فریبا چرخی. شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا، در این ویدیو داستان شب سیاه را برایتان به خوانش میگیرم. قبل از اینکه داستان را آغاز بکنم، فراموش نکنید که کانال فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب بکنید و همچنان علامه زنگک را نیز فشار بدید. و اگر خواستید داستان را با ما شریک کنید، میتونین از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا ایمیل آدرس fcmedia@gmail.com با من به تماس شوید. آغاز داستان، قسمت دوم، شب سیاه. موهایم دراز و مقبول بود. مادرم هم در سلیقه لباس و سر وزم هیچ کمی نمی کرد و بیش از حد رسیدگی می کرد. خوب می پوشیدیم و خوب هم می خوردیم. اما با بزرگ شدن ما و بلند رفتن توقعات ما در هر روز بیشتر از قبل، مادرم زیر بار فشار زندگی می رفت و عصبانی تر می شد. برخوردش مملو از عصبانیت و زشتی بود. من تا هنوز 12 سال داشتم، ولی مانند یک دختر جوان خوش هیکل رشد کرده بودم و از این سبب توجه اطرافیانم بیشتر به من جلب می شد. دلیل دیگر این که دختر یتیم بودم. از دور و نزدیک چندین خواستگار داشتم و خواستگاران به خودشان بدین لحاظ جرأت می دادن. در مکتب هم به دلایلی که ذکر نمودم، در ضمن لیاقت و استعدادی که در درس‌های خود داشتم، شاگرد مطرح و شناخته شده بودم. خاله صالحه یکی از همکاران خوب و صمیمی مادرم بود که سالها یک سال با او دوست بود. او از گذشته‌ها با ما آشنایی داشت و از سرگذشت مادرم نیز مطلع بود. او در اصل از شیعه های چنداول کابل بود، در حالی که مادرم در اصل از ولایت کنر و از ملیت پشتون و سنی بود و پدرم نیز همینطور. اما آن زمان خانواده ما و خودم و بیشترین مردم به این موضوع فکر نمی کردن و اهمیت نمی دادن. این خانم چند سال از مادرم بزرگتر و با تجربه تر بود و رفت و آمد ما زیاد بود. این خانم در جوانی با شخص عروسی کرده و بنابر دلایل از او جدا شده بود و بقیه عمرش را با حالت مجردی سپری کرد و با خانواده‌اش زندگی میکرد. واقعا زندگی خوبی داشت. گاه‌گاه در تنگدستی‌ها از لحاظ اقتصادی با مادرم کمک‌های میکرد و برای شخص خودم نیز همیشه لباس‌های خیلی مقبول و به ذوق خودش می خرید و همیشه یاد می کرد که چون اولاد ندارد، دوست دارد که برای من لباس های خوب بخرد. من هم از هر روز دیگر این خاله را بیشتر دوست می داشتم. خاله صالحه با مادرم در مورد برادرش که از چندین سال در کشور کانادا به سر می برد قصه کرده بود که برادرم بعد از این همه سال حالا تصمیم گرفته که افغانستان بیاید و با دختری عروسی کند و برادرش هم دوره مکتب مادرم بود. بعض اوقات مادرم و خاله صالحه از گذشته های شمس برادرش قصه می کردند. یعنی شمس تقریبا همسن مادرم بود و با هم 2-3 سال کوچکتر یا بزرگتر تفاوت داشتند. خاله صالحه گفت شمس خواسته تا دختری را برایش پیدا کنم. شمس کاروبار و اقتصاد خوب دارد و هر دختری حاضر است با او ازدواج کند. اما ما در جستجوی دختری هستیم که بتواند با زندگی شمس بسازد و در کانادا از اصول و روش شوهرش سرکشی نکند. این قصه های گرم روزمره خاله صالحه مرا ناراحت می ساخت و می ترسیدم که منظورش مادرم نباشد. نکند می خواهد مادرم را
و شمس برادر خود خواستگاری کند. دیری نگذشت فهمیدم که مادرم را راضی کرده تا مرا به شمس نامزد کند و از این طریق مادرم و برادرانم را هم به کانادا ببرد و بار زندگی مادرم سبک شده و راحت تر شود. دنیایم دگرگون شد. این وضعیت ضربه شدید بر من وارد کرد و مانند شیشه شکستم. و این را می دانستم که اگر مادرم تصمیم بگیرد آن را حتما عملی می کند و هیچ کس نمی تواند تصمیمش را تغییر دهد. وقتی از این راز کمی خبر شدم و کمی فاش شد، از مادرم خواستم که چنین کاری نکند، چرا که من تازه صنف هفتم مکتب بودم. چند ماه بعد 13 سالم می شدم. می خواستم درس بخوانم و آینده خود و برادران خود بسازم، اما مادرم دیگر از جبر روزگار و بار زندگی خسته بود. مرا در غیاب با شمس نامزد کرد. حواله های پول ارسال تحایف رنگارنگ کانادایی مادرم را سرگرم کرد و حسادت خاله هایم و زنه های ماما هایم و بودها و دستکول های مارک خارجی مادرم و در ضمن لباس ها و طلاهایی که مادرم از پول های حواله شده می خرید بالا می رفت. مادرم هم که سالها را با لباس های لیلومی به دفتر رفته بود و سلیقه زندگی را با وسایل خارجی دست دو یا لیلومی گذشتانده بود، از این نوع تغییر در زندگیش لذت وافر می برد. چندین ماه گذشت و بالاخره زمان آن رسید که شمس کابل بیاید و با هم عروسی کنیم. در این ایام خاله صالحه با خانواده اش به هندوستان رفتند تا زمینه رفتنشان به کانادا آسان تر شود. و تصمیم بر این بود که بعد از عروسی من و خانواده شمس به کانادا برویم. شمس آمد، عروسی کردیم و من را نیز به هند بردند. یک دختر 13 ساله و شمس که 25 سال از من بزرگتر بود. من او را یک لحظه هم به چشم یک شوهر و یا به عباره دیگر حتی برای یک بار هم حس نکردم که او شوهرم است. برعکس از او می ترسیدم و حس می کردم نکند کدام کار طفلانه از من سر بزند و او بالایم قهر شود. کم کم فهمیدم که آدم عصبی هم هست. بنابراین بیشتر از او می ترسیدم و بعد از گذشت چند روز حمل گرفتم. بیشتر از این نمیخواهم در مورد چیزی بگویم، چون ناراحتیش بعد این همه سال در ذهنم دوباره خطور کرده و اذیت میشم. خب، بعد چند ماه شمس کانادا رفت و من با خانوادهش در هندوستان ماندیم. خسرم اصلا مرا دوست نداشت و از خودم و حرکاتم نفرت داشت و میگفت که این چوچه سونی چتل است و تعصبش مرا اذیت می کرد. غسلخانه یا حمام را که در آن شاور گرفته بودم چندین بار شستشو می کرد. این که قناعتش حاصل می شد و از آن براحتی استفاده می کرد. بالاخره بعد از گذشت چندین ماه اسنادهایم تکمیل شده و برایم تذکره جعلی 18 سال ترتیب دادند تا مرا به کانادا ببرند. به خاطر که نظر به قانون آن کشور، آمدن دختر زیر سن 18 سال در عین حال که حامله هم باشد ناممکن و غیر قانونی بوده و جرم پنداشته می شد. بعد که تمام کارهایم تمام شد، تماس تلفنی مادرم آغاز شد، گاه برای من و گاه هم برای شمس، و در مورد دعوتشان به کانادا حرف می زد. شوهرم طبق وعده در مورد اسپانسر مادر و برادرانم رسماً اقدام کرد و یکی از شرایط دعوتشان این بود که من باید کار می کردم و درآمد خوبی می داشتم تا بتوانم خانواده‌ام را با اعتبار گذشته شوهرم اسپانسر کنم.
شوهرم برایم در یک رستوران که غذای آماده تهیه می کرد کار پیدا کرد. همه روزه از ساعت 10 صبح الا 10 شب در آن رستوران کار می کردم. به جای این که مانند سایر کودکان به درس و تعلیم ادامه بدهم و آینده خود را طبق روال معمول بسازم، فدای مادر و برادرانم شدم. خودم نیز در سن و سالی نبودم که این موضوع را در آن وقت درک کنم. خلاصه کار آمدن خانواده‌ام تا حد پیش رفت و من هم یک پسر نازنین به دنیا آوردم و حالا در پهلوی این همه مسئولیت مادر بودن برایم افزود شد. روزهای انتظار به پایان رسیدند و خانواده ام به کانادا رسید و جاگزین شدند. دست و پاچگی، کمرسی من در زندگی، رسیدگی به سر و وضعم، کار طاقت فرسا و پرداختهای پول برای آمدن خانواده ام، تفاوت سینی من با شوهرم، کم تجربگی در زندگی و امثال آن باید شده بود که از زندگی خوشنود نباشم. برعکس، افسرده و غمگین، شوهرم زیادتر اوقات با دوستانش خوش می گذراند. صرف در موقع نیازهای جنسیش نزد من بود و بس. ثمره این زندگی درد آور 3 پسر شد. در این مدت نسبت خستگی روحی و جسمی و فشارهای اجباری همیشه با شوهرم دعوا می کردم. در مقابل توهین، دشنام و حتی مورد لط و کوب قرار می گرفتم. تا اینکه فهمیدم شوهرم با یک زن عرب رابطه پیدا کرده و بیشتر اوقات را با او می گذراند. حتی به بهانه اینکه مهمان دارم، با جمع دوستانش چندین بار او را به خانه ما آورده بود و من بی خبر برایشان غذا آماده کرده بودم و مهمان نوازی می کردم. این وضعیت رابطه ما را بیشتر صدمه زد. یک شام وقتی در مقابل پسرانم دعوای ما بلند شد، مانند چندین بار دیگر مرا مورد لط و کوب قرار داد. چنان که وقت زمین خوردم سرم ترکید و خون جاری شد. پسر بزرگم که 14 سال داشت با دیدن این وضعیت از ترس پدر و بیرون رفته و به پلیس زنگ زد و از پدرش شکایت کرد. پسرانم چندین بار از دست پدر خشمگینشان قبلا لط و کوب شده بودند و همین که پلیس آمد با امبولانس زنگ زدند تا مرا جهت پانسمان و شفاخانه انتقال دهند. در جریان پانسمان گزارش ضرب و شتم شوهرم را نیز ثبت کرده و او را با خودشان بردند و بعد از جار و جنجال های زیاد از هم جدا شدیم. بعد از گذشت چند هفته از جدایی ما فهمیدم که یک بار دیگر حامله هستم. اما برایم دوباره احوال فرستاد که این موضوع اصلاً برایش مهم نیست. و دردناکتر از این که گفت من چی بدانم که این طفل از او است یا خیر. زهر تلخ این حرف باعث شد کینه ام در مقابلش بیشتر شود. خلاصه این که رسماً از هم جدا شدیم. پسرانم گاه نزدم می آمدند و بالاخره دخترم هم به دنیا آمد. بعد از به دنیا آمدنش تا سن 4 سالگی اصلا به دیدنش نیامد. ولی بعد از 4 سالگی با یک اجازه نامه محکمه آمده و دخترم را مورد آزمایش طبی قرار داد که آیا او فرزندش است یا نه. این توهین بالاتر از توهین همه زندگیم بود که برباد رفته بود. وقتی مطمئن شد که دختر خودش هست، روزهای رخصتی را مطابق قانون با خودش می برد و مطابقی روزها نزد من بود. پسرانم وقتی سن قانونیشان را تکمیل می نمودن برای خودشان زندگی می کردن. دخترم حالا 14 ساله است و مصروف پیش برده دروس خود است و هرگز نمی خواهد که زندگیش مانند من بد شود. می خواهد موفق و خوشبخت زندگی کند و از همه حقوق انسانی برخوردار باشد.
این داستان همینجا تمام نمی شود. زندگی هم هنوز در حال سپری نمودن است. تلخیهایش زیاد است. نمی دانم به کجا خواهد انجامید. فکر می کنم ذکر بیشتر که در اینجا یا در این ویدیو گنجایش ندارد. با آن هم باقی داستان را در ویدیوی دیگری خواهید شنید. برای تماشای برنامه‌های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه‌های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.